سلام و عصر جمعتون بخیر. سازمان ملل متحد تخریب یکی از باستانی ترین شهرهای جهان به دست داعش را محکوم کرده. یونسکو آن را جنایت جنگی خوانده. به گفته دولت عراق شبه نظامیان به جان شهر تاریخی نمرود افتادند، شهری که قدمتش به 13 قرن پیش از میلاد مسیح برمیگردد. به گفته مقام‌های عراقی آنها با بولدوزر آثار باستانی را تخریب کردند. در هفته‌های اخیر هر قد داعش در زمین نبرد مجبور به عقب نشینی شده، تاوانش را آثار باستانی عراق پس داده، از جمله موسل. نعیم نامجو گزارش می‌دهد. نمرود، شهری باستانی در جنوب شرقی موسل با آثاری به جا مانده از 1300 سال پیش از میلاد مسیح. منطقه‌ای که باستانشناسان بسیاری سعی در بیرون آوردن تاریخش از دل خاک داشتند، حالا به وسیله نیروهای داعش با خاک یکسان می شود. مقامات عراق این خبر را تایید کردند. باستانشناسان عراقی می گویند داعش کمر به غارت و تخریب تاریخ عراق بسته. اعضای برخی قبایل محلی به خبرگزاری رویترز گفتند داعشی ها هر چرا که توانستند برای فروش در بازار سیاه بردند و بقیه آثار را تخریب کردند. گفته می شود فروش آثار به تاراج رفته تاریخی به یکی از منابع درآمد گروه موسوم به دولت اسلامی تبدیل شده است. اما داعش در ویدئوهای تبلیغاتیش می گوید این آثار نماد بت‌پرستی است و باید تخریب شود. حدود یک هفته پیش هم این گروه تصاویری در اینترنت منتشر کرد از نابود کردن آنچه در موزه موسل نگهداری می شد. البته بعضی کارشناسان گفتند از اصل بودن دست کم بخشی از مجسمه ها مطمئن نیستند. از زمانی که بخشایی از استان نینوا و مرکز آن موسل به کنترل داعش درآمد، نگرانی از آینده میراث فرهنگی و تاریخی عراق اوج گرفت. نیروهای عراقی فعلا درگیر پس گرفتن تکریت هستند و به نظر نمی‌رسد دست کم تا چند ماه آینده عملیاتی برای نجات موسل انجام دهند. تا آن زمان معلوم نیست از یادگارهای پایتخت باستانی آشوری‌ها و یکی از مهمترین اماکن تاریخی بجز چند مجسمه در موزه بغداد و چند موزه اروپایی چه چیزی باقی بماند. نعیمه نامجو، بی بی سی. از لامیا گیلان، باستانشناس و پژوهشگر در دانشکده شرق‌شناسی و مطالعات آفریقای دانشگاه لندن پرسیدم در تاریخ و تمدن منطقه نمرود از چه اهمیتی برخورداره؟ نمرود یکی از پایتخت‌های امپراتوری آشوری بود، امپراتوری که هزاره اول قبل از میلاد حدود 2500-3000 سال پیش تشکیل شده بود. اونها بر دنیای باستان حکمرانی می‌کردند. واقعاً مفهوم دنیا در اون زمان همین بود. در اون زمان از ایران باستان و در یک مرحله حتی تا مصر هم رسید مرزهاشون. قصرها و معابد بی‌نظیری داشت. این قصری که گفته میشه الان نابود شده، نقش برجسته های زیادی داشته که مثلا یکی از اونا بالهایی بود که سمبل محافظت از قصر بود، یا شاهان رو نشون میده که از ممالک دیگه اومدن پیشش و پیشکش بهش میدادن. در حقیقت تبلیغاتی بود برای قدرت شاه. در یک مرحله مقبره ملکه رو در اونجا پیدا کردن که بیش از 1000 قطعه طلا در اون کار شده بود. همونطور که گفتم نقش برجسته های زیادی اونجاست. نمرود خیلی مهمه چون یکی از معدود بناهای باستانی در عراق که هنوز هم سر پا مونده. شما عراقی هستید در این حال، جدا از اینکه باستان شناس هستید، وقتی این وقایع رو میبینید در نمرود، در موسل، چه احساسی بهتون دست میده؟ به عنوان یک عراقی، خب این تاریخ و تمدن کشورمه و اینکه ببینم تاریخمون اینگونه داره پاک میشه چیزی بود که فکر نمیکردم هیچ وقت در طول زندگیم شاهدش باشم. فکر میکردم در موردشون در کتابهای تاریخی میخونم، فکر نمیکردم که زندگیش کنم. واقعا کابوسه. همین در مورد موزه موسل هم صادقه. اینکه مجسمه ها رو اونطور نابود کردن
به عنوان باستانشناس باید بگم که بعضی از این مجسمه ها رو میشناختم، در موردشون خونده بودم، کتاب نوشته بودم. خیلی سخته وقتی رابطه با اون اشیا برقرار کرده باشی. Very difficult. You feel there is an intimate relation with that. درباره موزه موسل بعضی از خبرها گفته میشد که بعضی از آثاری که شبه نظامیان داعش تخریب کردن کپی بودند و اصل نبودند. چه میدونیم درباره اونها؟ I think it's whoever said it. فکر میکنم هر کسی که این حرف رو زده اشتباه کرده. متوجه نشده بودن که چه چیزی در درون موزه بوده. 7 شی از میان 60 مجسمه و نقش برجسته بودن که بدلی بودن. تنها 7 تا، بقیه همه اصل بودن. حتی وقتی ویدیو رو میبینین متوجه میشین که اونایی که فوری شکست نمیشن باید بدلی باشن. اما اونایی که هی بهشون ضربه میزنن و ضربه میزنن از سنگ ساخته شدن. مایه تأسفه. It's a great pity. لامیا گیلان بود، باستانشناس و پژوهشگر.